یو پسر به بی اس گیم شو خوش اومدین. امروز میریم سراغ کاربردی ترین دریبل های فیفا 22 و سری هم میزنیم به دریبل هایی که توی آپدیت بزرگ بازی سرعتشون بیشتر شد و کاراییشون خیلی بالاتر رفت. اگه یادتون باشه 2 ماه پیش بود که آپدیت بزرگ بازی منتشر شد و خیلی از دریبل ها سرعتشون کم و زیاد شد. فقط یه نکته رو قبل از اینکه بریم سراغ ویدیو بگم که توی حفظ کردن این دریبل ها خیلی هامون ممکنه مشکل داشته باشیم. سعی کنید تمام این دریبل هایی که توی این ویدیو میگم رو همش رو با هم یهو حفظ نکنید. 100% فراموششون میکنید اونجوری و اگر هم کلن بیشتر از 1-2 تا دریبل توی حافظتون نمیمونه، دریبل هایی توی این ویدیو وجود داره که بشه با حفظ کردن یه دونه شون هم بازی رو در آورد که بهشون اشاره میکنیم. پس برو که رفتیم. اولین دریبلی که توی این ویدیو میریم سراغش بادی فینته که توی همون پچه بزرگ تابستونی بازی سرعتش بیشتر شد و دقیقا جزو همون دسته از دریبل هاست که با دونستن فقط همین یه دونه میشه بازی رو در آورد. توی دریبل زدن شما همیشه باید یک اصل رو رعایت بکنید و اونم غیر قابل پیش بینی بودنه. توی این دریبل چون ما میتونیم اول یه حرکت بدن بیایم و بعد از هر جهتی که میخوایم خارج بشیم، بهمون کمک میکنه که حریفمون نتونه بفهمه که ما قرار دقیقاً از کدوم جهت خارج بشیم. برای زدن این دریبل شما باید آنالوگ سمت راست رو به سمت چپ و راست بازیکنتون بکشید و به محض اینکه حرکت بدن بازیکنتون رو دیدید با آنالوگ سمت چپ از هر جهتی که خواستید خارج بشید، آنالوگ سمت چپ رو به همون جهت ببرید. بریم سراغ دریبل بعدی که اگه اشتباه نکنم جزو استپ اوور ها محسوب میشه که دقیقا مثل بادی فینت توی پچه تابستونی بازی سرعتش بیشتر شده و چون میتونید جهت خارج شدن بازیکنتون رو تعیین کنید غیر قابل پیش بینیه و بهتون پیشنهاد میکنم که اگر خواستید بین بادی فینت و این مدل استپ اوور یکیشون رو حفظ کنید، حتما بادی فینت رو حفظ کنید، بیشتر به دردتون میخوره. توی این مدل استپ اوور بیشتر به درد ایجاد زاویه برای شوت میخوره، ولی خب بازیکن هم میشه باهاش جا گذاشت. برای اینکه بتونم بهتر توضیح بدم حرکت آنالوگ سمت راست رو، میخوام از ساعت استفاده کنم. اگر آنالوگ سمت راستمون رو یه دونه ساعت در نظر بگیریم و بازیکنمون در جهت ساعت 12 حرکت بکنه، ما باید آنالوگ سمت راستمون رو از ساعت 9 به ساعت 12 بیاریم یا از ساعت 3 به ساعت 12 بیاریمش. بعد که این کارو کردیم بازیکنمون پاش رو دور توپ میچرخونه. به محض اینکه این اتفاق افتاد با آنالوگ سمت چپ از هر جهتی که خواستید خارج بشید، آنالوگ سمت چپ رو به همون جهت بکشیدش. برسیم به بال رول اسکوپ ترن که باید حتما اسکیل موز بازیکنتون 5 ستاره باشه و بیشتر به درد کناره ها و داخل محوطه جریمه میخوره. اگر میخواهید از کناره های محوطه جریمه به تو بزنید و یا حتی دروازه‌بان رو باهاش دریبل بکنید، بال رول اسکوپ ترن یک دریبل خیلی خوب براتون محسوب میشه. برای زدنش باید اول یه دونه بال رول بزنید که فکر کنم دیگه هممون بدونیم چطور باید بال رول بزنیم. ولی به هر حال برای زدن بال رول کافی آنالوگ سمت راست رو به سمت چپ یا به سمت راست بازیکنمون نگه داریم. بعد از اینکه بال رول زدید باید یه دونه سر توپ بزنید و آنالوگ سمت چپتون رو در جهت ساعت 10 یا ساعت 2 بکشیدش. فقط حواستون باشه باید بال رول و سر توپ رو در خلاف جهت همدیگه بزنیدشون. یعنی اگر بال رولتون رو به سمت چپ زدید باید سر توپتون رو از سمت راست، یعنی از ساعت 2 خارج بکنید. توی دریبل بعدی میریم سراغ دریبلی که من خودم از فیفا 18 تا همین الان دارم ازش استفاده میکنم و خیلی دریبل خوبیه. همچنین بیشتر به درد این میخوره که از کناره ها توپ رو به عرض زمین مایل کنیم و فضا رو برای شوت زنی ایجاد بکنیم. باهاش بازیکن هم میتونید جا بذارید. اگر بازیکنی از سمت چپ یا راستتون بهتون چسبیده و باهاتون داره حرکت میکنه، با این دریبل راحت میتونید دورش بزنید. برای زدنش هم کافیه آنالوگ سمت راست رو اول به جلوی بازیکنتون بکشید، بعد به سمت چپ یا راست بازیکنتون ببرید آنالوگ سمت راست رو. دریبل زیدانی یا همون رولتی قطعا میدونید که چقدر دریبل خوبیه، ولی انتقادی که من بهش دارم اینه که سرعتش خیلی پایینه
ولی خب میشه درستش کرد که اگه شما L1 رو نگه دارید و دریبل زیدانی رو بزنید شکلش این مدلی میشه که به نظرم خیلی کاربردی تره نسبت به دریبل زیدانی معمولی. برای زدن این مدل از دریبل رولتی باید اول L1 رو نگه دارید، بعد آنالوگ سمت راست رو از ساعت 6 به ساعت 12 ببرید. برسیم به الاستیکو، ولی نه الاستیکوی معمولی. قرار L1 الاستیکو بزنیم که فقط مخصوص داخل محوطه جریمه هستش. وقتی که وارد محوطه جریمه شدید باید اول یه دونه L1 بزنید. به محض اینکه L1 رو بزنید بازیکنتون از حرکت میسته و در هر جهتی هم که باشه میچرخه به سمت دروازه. بعدش که بازیکنی بهتون نزدیک شد باید با آنالوگ سمت راست یه نیم دایره پشت بازیکنتون بزنید، یعنی آنالوگ سمت راست رو از ساعت 9 به ساعت 3 بیارید یا برعکس. این دریبل موقعیت شوتزنی خیلی خوبی میتونه براتون ایجاد بکنه. برای دریبل آخر این ویدیو هم میریم سراغ کنسل کردن شوت که با زدن L2 و R2 به صورت همزمان هر کاری که کرده باشید رو کنسل میکنه. مثلا اگه اشتباهی پاس داده باشید و منصرف شده باشید میتونید این کار رو بکنید که کنسلش بکنید. البته این اتفاق داخل فیفا زیاد براتون نمیفته، بیشتر توی PS اینجوری میشه که اشتباه پاس بدید، چون توی PS جهت پاس رو که تعیین میکنید اون جهت قفل میشه و دیگه نمیشه عوضش کرد، ولی توی فیفا میشه جهت رو تا لحظه آخر هم عوضش کرد و توی PS هم میشه از سوپر کنسل استفاده بکنید که پاس نده، ولی فعلا به اون مپس کار نداریم. این کنسل کردن شوت بیشتر داخل آلتیمیت تیم و یا زمانی که با دوستتون بازی میکنید به دردتون میخوره، چون هوش مصنوعی با این حرکت اصلا فریب نمیخوره و فقط میشه پلیرهای واقعی رو باهاش فریب داد. وقتی داخل محوطه جریمه هستید میتونید به جای زدن سر توپ از این تکنیک استفاده کنید، یعنی دکمه شوت رو بزنید و به محض اینکه پای بازیکنتون برای زدن شوت بالا رفت با L2 R2 کنسلش بکنید. توی سر توپ معمولی یه مدت زمانی طول میکشه که بتونید دوباره کنترل بازیکنتون رو به دست بگیرید، اما توی این مدل کنسل کردن شوت خیلی دستتون بازتره. فقط دوتا نکته رو باید در موردش بگم که اگر دکمه سرعت رو نگه داشته باشید و بخواید این حرکت رو بزنید کار نمیکنه و پشت سر هم نمیتونید بزنیدش و فقط یه بار میشه زدش توی یک موقعیت. خب بچه ها این بود از ویدیو امروز. اگر دنبال دریبل خاصی میگردید من قبلا تمام دریبل های بازی رو ویدیوش رو گذاشتم داخل چنل که لینک اون ویدیو رو آخر همین ویدیو براتون میذارم. اگر دنبال دریبل خاصی میگشتید تمام دریبل های بازی اونجاست و میتونید 100% پیداش بکنید. تا ویدیوهای بعدی فعلا پیس آوت.